بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما با خبرهای افغانستان و جهان خوش آمدید. امروز پنجشنبه 28 جدی سال 1396 هجری شمسی است، برابر می شود با 18 جنوری سال 2018 میلادی. در آغاز هم سرخط خبرها. خواست امریکا از آتا محمد نور مبنی بر ترجیح دادن منافع ملی افغانستان نسبت به منافع شخصیش. عکس العمل شورای علمای افغانستان در برابر فتوای اخیر علمای پاکستان. و کشته و زخمی شدن حدود 60 تن در حملات انتحاری در نایجیریا. این هم مشروع خبرها. من اسم اطلاع احمد زای هستم. امریکا از آتا محمد نور خواسته است که به جای منافع شخصی به منافع ملی افغانستان ترجیح دهد و خود را از قانون بلند حساب نکند. سفیر امریکا در کابل در یک نشست خبری در مورد پیشنهاد روسیه که در پیوند به صلح تلاش آغاز نمودن نگرانی ابراز کرد. وی میگوید دخیل شدن روسیه در پروسه صلح افغانستان ممکن تأثیرات منفی داشته باشد. سفیر امریکا به دست این شدنش در اولین کنفرانس خبری اشتراک کرد و نظر خود را در مورد بی‌ثباتی جاری اظهار کرد. سفیر امریکا با اشاره به عطا محمد نور میگوید به خشونت در افغانستان هیچ جا وجود ندارد و تمام مشکلات باید به شکل صلح‌آمیز حل شود. هیچ طبعه از قانون افغانستان بالاتر نیست. ما به حاکمیت حکومت افغانستان احترام داریم. بر اساس قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور حق دارد تا هر والی ولایات را که بخواهد برکنار و یا هم مقرر نماید. خواست ما این است که تمام طرف ها باید به منافع ملی اولویت دهد. سفیر امریکا از تلاش های کشورهای منطقه در پیوند به صلح بر رهبری حکومت افغانستان حمایت کرد، اما بر روسیه شک نشان داد که ممکن کار را خراب نماید. We support those efforts is by encouraging کار ما در مورد صلح افغانستان این است که از تلاش های کشورها حمایت نماییم. هر نوع مذاکرات باید به رهبری حکومت افغانستان باشد. در کشور دیگر، یعنی آغاز مذاکرات صلح در روسیه، می تواند بر این پروسه تاثیر منفی بگذارد. با آنکه در استراتژی جدید امریکا برای افغانستان حاضر کردن طالبان به مذاکرات صلح محور اصلی است، اما تهدید داعش نیز جدی دانسته می شود. It is a serious problem, but I haven't talked about it because ما در برابر داعش راه دیگر نداریم. تنها راه ما این است که بر ضد آنان به جنگ ادامه دهیم. داعش یک مشکل جدی در افغانستان است. سفیر امریکا همچنان تاکید کرد که انتخابات باید با وقت آن برگزار شود و به خاطر تاخیر آن باید هیچ نوع بهانه‌گیری نشود. شماره از اعضای مهم دفتر طالبان در قطر به خاطر صلح افغانستان به پاکستان رفتند. مقامات پیشین طالبان و افراد نزدیک به دفتر قطر میگویند که این اعضای مهم طالبان به هدف ملاقات با مقامات پاکستانی به اسلام آباد سفر کردند. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید به خاطر تامین صلح در افغانستان به جای نقش کشورهای دیگر مذاکرات بین الافغانی انجام شود. بعد از نشست غیر رسمی ترکیه، اکنون سفر شمار از اعضای مهم دفتر قطر به پاکستان بعد جدید گفتگوها است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خارجی، اعضای مهم دفتر قطر شهاب‌الدین دلاور، جان محمد مدنی و پسر ملا عمر با پاکستان رفته تا در مورد مذاکرات صلح مشوره کنند. طالبان این گزارش ها رد میکند، اما اکبر آقا مقام پیشین طالبان و شخص نزدیک به دفتر قطر رفتن این افراد را تایید میکند. شهاب‌الدین صاحب و مدنی صاحب و جان محمد صاحب و مونی جان محمد مدنی و سویل شاین و قاری صاحب جان محمد دا تللی والته خو هلته د دې دپاره چې د خپلو مشکلاتو یا د اصولو د مذاکراتو په باب د خپلو ملګرو سره هلته خپل تفاهم وکړي. اکبر آغا میگوید این افراد نزدیک به 20 روز قبل به پاکستان سفر کرده و حکومت افغانستان و امریکایی ها نیز از آن خبر دارد. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید در مذاکرات صلح افغانستان باید به خارجی ها به طور مشخص به پاکستان نقش اساسی داده نشود. دی بهرانیانو گډاول
په اساسي خبرو کې او یا غوی ته زیات رول ورکول دی افغانستان سرنوشت بیا لوبو طرف ته بیای. زه په دې نظر یم چې د پاکستان ته دومره زیات رول ورکول چې هغه په مذاکراتو کې دومره تأثیر گذار شي چې حتی د طالبانو په تصمیم گذار شي، ده موږ د ملک منافع او ته خدمت نکوو. ښه خبره دا ده چې د طالبانو سره خبرې په داسې انداز کې شروع شي چې د بهرنیو ملکونو ته تسلط او فشار لاندې نه وي. پاکستان که در این اواخر تحت فشار شدید جهانیان به طور خاص امریکا قرار دارد، شمار کارشناسان چنین نشست ها را به خاطر رهایی خود از این فشارها یاد میکند. پاکستان غواړي چې کله چې د نړیوال فشارونه پر ډېر شو، پاکستان ځان ته اوس یوه لاره برابروي. یو داسې هغه نه غواړي چې ځان له دې فشارونو نه وباسي چې زه خلی سول ته ده طالبان کینوم یا زه پکې کار نه لرم یا ځان بېطرفه غوندې داسې هغه کوي. دا یو نوی تکتیک یې رامخکې کړی ده او وایي چې له دې لارې زه مخکې لاړ شم، دا نړیوال فشارونه په ما کم سي. سفیر امریکا در کابل نیز از مذاکرات بین الافغانی میان دولت افغانستان و طالبان مسلح حمایت کرده است. طالبان باید اسلحه خود را بگذارند و با پروسه صلح حاضر شوند. ما به رهبری حکومت افغانستان از هر نوع مذاکرات صلح حمایت میکنیم. قبل از این نیز در مورد میانجیگری حزب اسلامی در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان در ترکیه گزارش ها به نشر رسید، اما این نشست بعد از سوی تمام طرف ها حکومت طالبان و حزب اسلامی رد شد و بعضی ها این نشست را به ضرر پروسه صلح یاد کرد. فتوای علمای پاکستانی سیاسی و استخباراتی است. شورای سرتاسری علمای افغانستان فتوای علمای پاکستانی را محکوم کرد و آن را یک فتوای ناقص خواند. شورای علما از طالبان خواست که از اتکا بر پاکستان خودداری کند و تمام خواسته های معقول و مشروع خود را روی میز مذاکره مطرح نماید. اعضای شورای علمای افغانستان در اینجا گرده هم آمدند و در برابر فتوای علمای پاکستان که گفته بود حملات انتحاری و فعالیت‌های ضد حکومت در پاکستان بر ضد ارشادات اسلامی است عکس العمل نشان دادند. مفتیهای پاکستان چلنج شدند که آیا قرآن کریم تنها برای پاکستانی ها نازل شده و یا برای هدایت تمام بشریت؟ دیت دعوت ورکول پکار دی چه خپل فتوا تکمیل کی ناقص ده، فتوا هم تکمیل کی. که دی سیاسی فشار لمخی وا، که دی مجبوریت لمخی وا، او که لیدلی دی دا برج زیاتی په نړېدو ده، او که خدای کول همداسې به کیږي. شورای علمای افغانستان میگوید این فتوای علمای پاکستانی سیاسی و استخباراتی است که به اشاره حلقات استخباراتی خود بیان میکند و بعدا آن را به نام فتوای شرعی یاد میکند که در اصل چنین فتوای یک جانبه ناقص است. دی افغانستان دی علما و سراسری شورا په داسې حال کې چې انتحاری حملې او د بیګناه مسلمانانو وژل په افغانستان او ټوله نړۍ کې حرام او ناجایز بولي، د پاکستاني علماو دغه څرګندونې چې دغه هیواد د جمهور رئیس او د کابینې د نورو غړو په ګډون یې کړي دي غندي، او هغه سیاسي تبلیغات کړي نه کومه شرعي فتوا. او یو ځل بیا په پاکستاني علماو غږ کوي چې د خپلو ناسمو فتواو په صادرولو سره د مسلمانانو اسان مغشوش نه کړي. شورای علما در یک قطعنامه از طالبان خواست که بر پاکستان تکیه نکند که هر بار میانجیگری پاکستان را در مذاکرات صلح مشروط می سازد. رئیس جمهور روز گذشته در یک نشست در پیوند به صلح با اشاره به طالبان گفت که اختیار صلح را به همسایه ها ندهند که خواسته های بزرگ از افغان ها دارند. حکومت افغانستان هشدار داده است که گروه های تروریستی خارجی در افغانستان را از بین می برد و با گروه های داخلی تلاش های صلح بیشتر خواهد ساخت. مشاور شورای امنیت ملی در ملاقات با سفیر چین در افغانستان نقش چین را در صلح افغانستان مهم یاد کرد که با پاکستان گفتگو نماید. با این حال حکومت افغانستان بر تطبیق پروژه یک راه یک کمربند تاکید و تعهد همکاری کرد. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر شورای امنیت ملی آمده است که مشاور امنیت ملی از سفیر چین خواسته است که به خاطر سرکوب گروه های تروریستی همکاری نماید. مشاور شورای امنیت ملی همچنان گفته است با گروه هایی که افغان ها هستند صلح و گروه های خارجی را سرکوب می کند. با این حال اتمر بر تطبیق پروژه یک راه یک کمربند با سفیر چین تعهد کرد. سفیر چین در این ملاقات به مشاور شورای امنیت ملی اطمینان داد که چین در هر بخش با افغان ها همکاری خواهد کرد. حل مشکلات جاری در کشور تطبیق قانون است. حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان میگوید مشکلات جاری در کشور در بین مقامات و حکومت است و اگر قانون بالای خود تطبیق کند جنجال های افغانستان حل می شود.
آنان از حکومت می خواهد که به علما در فیصله های حکومت سهم بدهند. اشخاصی که به رهبری حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان جمع شدند میگویند زمان نظام عادلانه در کشور به میان میآید که مقامات بلندرتبه حکومت قانون را بالای خود تطبیق نمایند. په دولت غږ کوو چې د دې لپاره چې په دې ملک کې عدالت تامین وي، د افغانستان یو مهم قشر چې علما کرام دي، هغوی ته دې په سیاست، نظام او تصامیمو که فراخ ونده ورکی. مولوی سمیع الله ریحان در این نشست گفت اتباعی کشور باید در برابر مفسدین و جاسوسان استادگی کنند تا در کشور ثبات تأمین گردد. او ده هر یو ظالم و جابر، ده هر یو طاغوتی زواک چه اغا ده افغانستان ده خلق و اتحاد نگواری، ده افغانستان ده خلق و اتفاق نگواری، ده افغانستان ده خلق و یواله نگواری، پا ده ملک صلح نگواری، په دې ملک کې بازسازی نه غواړي، په دې ملک کې ملي حاکمیت نه غواړي، د هغې په مقابله کې ودرېږو. این نشست به خاطر دفتر مرکزی حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان برگزار شده بود که در ناحیه 12 شهر کابل افتتاح شد. سخنرانان این نشست تاکید کردند که به خاطر حل مشکلات جاری باید مذاکرات بین افغانی انجام شود تا نتیجه خوب بدهد. حکومت باید جزیره های قدرت را در بلخ خاتمه بخشد تا نگرانی های مردم دور شود. کارشناسان میگویند اگر با آتا محمد نور بر سر قدرت معامله شود، بنیاد یک کار نادرست گذاشته خواهد شد. با آنکه تعداد زیاد مردم در پیوند به موضوع بلخ نگران هستند، اما اداره ارگان های محل آن را یک موضوع کوچک میداند و میگوید که در آینده نزدیک حل خواهد شد. از استعفای تا محمد نور ولی پیشین بلخ یک ماه میگذرد، اما وی هنوز هم بر جای خود باقی است و به حکومت فرصت نمیداد که ولی جدید را معرفی نماید. از شورای ولایتی کابل تاکید میکنند که تا محمد نور حکومت را چلنج نموده و این جزیره قدرت باید ختم شود. حکومت باید زر تر زر نوی کس معرفی کی او کوم والی یا کوم قماندان امنی د زر تر زر بکسو بکدوش او پکور کینی او نوی والی خلکو ته په خدمت کی. باورهای این است که حکومت به خواسته های عطا محمد نور جواب مثبت بدهد، کشور یک بار دیگر به سوی ملک الطوایفی خواهد رفت. که چیر دوی وسادتا منفقبه و نشی یا سازش سر وکری، امتیاز در سر وکری یا جورجاره سر وکری و در بجدید نظام در پر سخت پا زیان تمام شی او دیر در قدرت جزر به نور هم رپورت شی هر بتا مرد کوری. از سوی دیگر اداره ارگان های محل موضوع بلخ را کوچک یاد میکند و اطمینان میدهد که هر چیز زودتر حل خواهد شد. موضوع بخ یک موضوع بسیار کوچک داخلی سیاست افغانستان است. حتی محمد نور گفته است که به امر حکومت از بلخ کنارگیری نمی کند، تنها زمان وظیفه را ترک می کند که حزب جمعیت برایش بگوید. به همین خاطر حتی محمد نور خود را مامور حکومت نه بلکه شریک می داند. همزمان با عملیات نیروهای افغان بر ضد طالبان در ولسوالی چهاردره قندوز، مردم خانه هایشان را ترک نمودند و نیروهای افغان روز چهارم نزدیک به 10 قریه را تصفیه کردند. عبدالله ساحل خبرنگار تلویزیون شمشاد که با نیروهای افغان به ولسوالی چهاردره رفته و در مورد این عملیات گزارش تهیه کرده است با هم تماشا میکنیم. عملیات نیروهای افغان در اینجا کار آسان نیست، به خاطر که قریه ها از و طالبان از کوچه و خانه ها به حیث سنگر استفاده می کنند که کار نیروهای افغان را سخت‌تر ساخته است. مناطقی که طالبان در آن وجود داشتند، نشانه های حاکمیتشان در آنجا باقی مانده و نیروهای افغان آن را تخریب می کند. چهارمین روز عملیات است و نیروهای افغان در این عملیات پیشرفت کرده است. در طول 70 سال بیشتر از 39 نفر دشمن کشته شده و 9 نفر دشمن زخمی است و در جریان وظیفه بیشتر از 100 القمین کش و خونسا گردیده. نیروهای افغان به خاطر این در چهاردره عملیات آغاز نموده که طالبان در اینجا مراکز قوی ایجاد کردند و مرکز شهر قندوز از همین ولسوالی با تهدید مواجه است. همه جایی را که شما ببینید ماین‌ها را فرش کردند تا به نیروهای امنیتی یا سیب برسانند. پرسنل مسلکی ما تماما ماین‌ها را خونسا ساخته و تا فعلا در ساعت صرف از نیروهای امنیتی شما یک نفر زخمی. در مناطقی که جنگ در آن جریان دارد کسی برای صحبت کردن در آن پیدا نمی شود، اما دورتر از منطقه جنگ شمار جوانان پیدا کردیم که از جنگ متضرر بودند. جنگ زو قوت را لذتی وری خورگار میزان سر را وقت
راوته ما نور غوایم ساری ماریو پاتیسو تلفات ولا دې د کورونا مورونا خراب سو او دغه جنگ د دواله دلو نمنګ دغه وختنه غوړ منکم بوله غلس کورونا بدغه سیمه کې پاتې دي بیر نه هم نور را بيخي کورونا ټول خراب سوی دي دا وس اس دې څوک دې کلی کې نه ټول خلک واره دي نه تر زکیږي چې قوا دلته راغله سبای پایلو چا وغره وتلی اسو دې دونات تم دا غد سي د نور عملیات هغه بن کې دا تر کومه پورې نه نو پنځم او شپږم ورځ تر رسیدي. طالبان میگویند که در این عملیات 4 روزه به شمول نیروهای خارجی و افغان به 11 تن تلفات وارد کرده، اما مقامات افغان آن را رد میکند. پاکستان یک بار دیگر دروازه تورخم را برای میوه های تازه افغانستان مسدود نمود و ده ها موتر لاری را متوقف کرده است. اتاق تجارت میگوید پاکستان این کار را در عکس العمل به اقدام حکومت افغانستان که چند روز قبل موترهای میوه های پاکستانی را به دلیل نبود تصدیق نامه در تورخم متوقف کرده بود انجام داده است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی تازه خود گفته است اگر پاکستان 100 سال هم دروازه خود را برای افغان ها مسدود کند پروای آن را ندارد. رسانه های پاکستانی گزارش مسدود شدن دروازه تورخم برای میوه های افغانستان را به حواله مسئولان گمرکی آن کشور داده است. خان جنرال کوزای معاون اتاق تجارت به تلویزیون شمشاد گفت 80 لاری بار سیب و انار در تورخم متوقف گردیدند که بندش را به تجاران افغان میلیون ها افغانی خساره وارد کرده است. اتاق تجارت افغانستان از پاکستان میخواهد قسمی که حکومت افغانستان برای ترانزیت و تجارت پاکستان در اینجا سهولت ها فراهم کرده، پاکستان نیز باید به ترانزیت و تجارت افغانستان سهولت های مشابه فراهم سازد. زمون مو خداداش ټول هیوادونو سره خ تجارتی او ترانزیتی راپروار که خ رابطه ولر. خواهش مو در ټول هیوادونه داده چې مون سره فقط داس سیاست چې مونږ لره هغه سیاست مونږ سره پلی وکړي چې هر سیاست مونږ د غوید ترانزیت او تجارت برخه هغه سیاست بل مثل مونږ سره وکړي. اقتصاددانان میگویند افغانستان اکنون راههای زیاد تجارتی پیدا نموده و تأخیر تجارت با پاکستان تاثیر ندارد. افغانستان د سیمې په هیوادو کې د سوداګری او د ترانزیت په اړه کې یو محوري حیثیت پیدا کړی. رئیس جمهور غنی بر روز سه‌شنبه نیز با اشاره به کاهش تجارت و ترانزیت با پاکستان گفت اگر تورخم و سپین بولدک تا 100 سال هم مسدود شوند افغانستان باز هم آباد خواهد بود. پاکستان اکنون دروازه تورخم را برای میوه های افغانستان مسدود نموده که به تازگی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با ایران توافق همکاری های اقتصادی سرحدی میان این سه کشور امضا کرده است. خبرهای داخلی در همین جا به پایان می رسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان می گردد. ادامه اخبار و این همچنان خبر از جهان. امریکا یکی از متحدین ناتو از گروه های تروریستی حمایت می کند. ترکیه میگوید غربی ها از افراد مسلح کردها و شمار تروریستان دیگر در شرق میانه حمایت میکند. حکومت ترکیه گفته است حوصله اش دیگر به پایان رسیده و به کسی اجازه نمیدهد که در سرحدات این کشور فعالیت های تروریستی انجام دهد. ترکیه ادعا میکند که امریکا در سرحد سوریه گروه تروریستی ایجاد میکند که این کار امنیت ترکیه را با تهدید مواجه میسازد. ترکیه به تازگی متحدین ناتو را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده است. به گفته آنان در این فعالیت ها کردها به اشاره غرب نقش بزرگ ایفا میکنند. ناتو دا متفقی میزولند. امریکا که کشور متحد ناتو است از گروه های تروریستی در شرق میانه حمایت میکند که با این کار امنیت ترکیه را با تهدید مواجه میسازد. این کار برای ما قابل قبول نیست. بوزدگ افسوده است که این توطیه غرب است و میخواهد حاکمیت ترکیه را ضعیف سازد و میگوید حوصله ترکیه دیگر به پایان رسیده و به کسی اجازه نمیدهد که سرحدات این کشور را ناامن سازد. به ترکیه بو نقطه دا ارتک صبرنن سون نقطسینا گلمیشتیر. حوصله ترکیه دیگر به پایان رسیده. هیچ کس باید از ترکیه توقع نداشته باشد که ترکیه بیشتر از این حوصله نماید. فعالیت تروریستان قابل تحمل نیست. ترکیه در این مورد تمام اقدامات خود را انجام خواهد داد. ترکیه از قبل حزب کارگر کردها را برای خود دردسر می‌داند و آن را در قطار تروریستان و یاغیان حساب می‌کند. با سر حملات انتحاری در نایجیریا 12 تن کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در منطقه میدیکوری رخ داده و مسئولیت آن را گروه افراطی بوکو حرام بر عهده گرفته است.
این حملات در یک بازار مزدحم صورت گرفته که قربانیان آن نیز افراد ملکی هستند. اردوی نایجیریا در چند هفته اخیر مصروف جنگ شدید با گروه بوکو حرام است. جنگ میان حکومت و گروه افراطی بوکو حرام از سال 2019 میلادی به این طرف جریان دارد. تحریم های جهانی کره شمالی را بیشتر متضرر خواهد ساخت. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از شواهد معلوم می شود که این تحریم ها به کره شمالی مشکلات را به بار می آورد. تیلرسون از موقف چین در این جنجال ها قدردانی کرد. آمریکا قبل از این چندین بار از چین خواسته بود که فشارها را بر کره شمالی بیشتر سازد. تیلرسون در حال این اظهارات را بیان می کند که مذاکرات مستقیم میان کره شمالی و جنوبی ادامه دارد. پارلمان بریتانیا یک قانون را پاس کرد که پروسه خروج از اتحادیه اروپا را آسان سازد. این قانون با کسب 324 رای مثبت و 295 رای منفی تصویب شد. بر اساس این قانون تمام قوانین اتحادیه اروپا در پایان به بریتانیا تنها به بریتانیا اختصاص داده خواهد شد. این قانون بعد از آن تصویب شد که اتحادیه اروپا یک بار دیگر تاکید کرد اگر بریتانیا اکنون هم بخواهد موقف خود را تغییر دهد، برایش خوش آمدید خواهد گفت. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان می رسد. تا دیدار بعدی، الان نگهدار.